بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم مانده از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی، همراهان مؤسسه همگام در تورنتو و سایر عزیزانی که از شهرهای دیگر کانادا به جمع ما پیوستند. متشکرم از لطف و عنایت دوستان که این حقیر رو شایسته دونستن و به جمع خودشون دعوت کردن و امیدوارم که امشب بتونم بحث خوبی رو در حوزه بحث مدارا و توسعه خدمت دوستان ارائه کنم. در واقع عنوان بحث رو گذاشتم مدارا و توسعه و هدف اینه که ببینیم که جایگاه مدارا در فرایند توسعه چیست و کجاست و آیا ما به نحو مطلوبی به بحث مدارا توجه کرده ایم یا نه. سخنم رو در سه بخش تقدیم دوستان میکنم. بخش اول این که مدارا چیست، بخش دوم این که توسعه چیست و بخش سوم این که رابطه مدارا و توسعه چیست. همینجا عرض بکنم که اگر که صدای من احتمالاً قطع شد یا هر اشکالی پدید اومد که من متوجه نشدم، زحمت بکشید صفحه خانم بیگی در واتساپ به من خبر بده. واتساپ من بازه و اونجا میتونم اگر پیام بدید ببینم. خب عرض کنم خدمتتون که با مدارا شروع میکنیم. مدارا چیست؟ شما جلساتی رو قبلاً با برخی از اندیشمندان در این موضوع داشتید و اهم نکات رو اون دوستان گفتند، احتمالاً بحث‌های تخصصی و جدی داشتند. من در حدی که برای بحثم لازمه و در حدی این که دوستانی که احتمالاً جلسات قبلی شما رو نبودند، نکاتی رو در باب مدارا عرض می‌کنم و از این بحث می‌گذریم. خیلی گسترده و عمیق وارد بحث مدارا نمیشم. خب ما با کلماتی مانند تساهل، تسامح، مدارا، رواداری و نظایر اینها در ادبیات فارسی روبرو هستیم. اینها در واقع عموم خصوص منوج هستند نسبت به هم که هر کدام بخشی از مفهوم دیگری رو پوشش میدن ولی هیچ کدام کاملا بر هم منطبق نیستن. اجازه بدید تا تفکیک بکنیم این مفاهیم رو خیلی خلاصه و مختصر. از تساهل و تسامح شروع میکنیم که یک واژه اصطلاح دینی است و در فرهنگ فارسی هم گسترده به کار میره. خب تساهل معنی لغویش به معنی سهلگیری و آسانگیری است. تسامح هم در واقع همین مفهوم رو میده، اما سهلگیری و آسانگیری که همراه با بزرگواری و گذشت و ملاتفت باشه. حالا راجع به معنای فقهی و معنای دقیق اینها بحث‌های زیادی شده که فعلا به کار ما نمیاد. این دو واژه نزدیک به همند، اما در واژه تسامح نوعی منش بزرگی هم وجود داره، یعنی بزرگوارانه هم میشه برخورد کرد. یه موقع شما سهلگیری میکنید ولی نه همراه با بزرگواری. اما این مفهوم با مفهوم مدارا الزاماً هم در واقع هم معنی دقیق و هم تراز نیست، چون در هیچ کدام از اینها، در هیچ کدام از این مفاهیم تساهل و تسامح، این معنی که ما موضع طرف مقابل رو قبول داشته باشیم یا بپذیریم یا حقانیتی برای او قائل بشیم وجود نداره. یعنی ما برای حقیقت رو در انحصار خودمون میدونیم، برای طرف مقابل بهره ای از حقیقت قائل نیستیم، ولی اخلاقاً قائلیم که باید تساهل کرد، تسامح کرد و با افکار دیگران در واقع سهلگیری کرد و کنار اومد.
در واقع نوعی مصلحت عملی در این واژه ها نهفته است، به نوعی به خاطر در واقع مصالح اجتماعی توصیه شده است به تساهل و تسامح، نه به این معنی که چون ممکن است طرف شما بهره ای از حقیقت داشته باشه و باید این احتمال رو در نظر بگیریم. اما بحث مدارا و رواداری، خب در قرون 18 و 19 در غرب بیشتر بحث توليريشن مطرح بود که اوایل به مفهوم تحمل ترجمه میشد و بعد به مدارا در واقع تعبیر شد در ترجمه ها، در واقع پذیرشی که همراه با نوعی تحمل و گذشت هم هست. در گردش روزگار کم کم واژه تالرانس جایگزین این شد که بیشتر به معنی رواداری ترجمه میشه. ما فعلا اختلافاتی هست، چون بعضی وقتا عرض کنم که تولرانس رو هم به معنی مدارا و هم به معنی رواداری میگیرن و تولریشن رو به معنی تحمل، ولی اینجا ما بپذیریم که رواداری رو برای تولرانس بذاریم و مدارا رو برای تولریشن. خب ببینیم تفاوت معنی این دو چیز. تحولی که بوده از در واقع از تحمل شروع شده و امروز رسیده به مفهوم رواداری. یا خود تولرانس اول به معنی مدارا مفهوم می شده ولی بعدن کم کم به مفهوم رواداری پذیرفته شده. حالا ما فعلا با این مفهوم قراری می گذاریم این دو مفهوم رو و میریم جلو. ببینید رواداری یعنی حق دیگر باشی و دیگر بودگی و دیگر اندیشی برای دیگران قائل شدن، یعنی حقیقت رو در انحصار خودمان ندانستن و بپذیریم که ممکنه دیگران هم بهره ای از حقیقت داشته باشند. پس رواداری در واقع راه رو باز میکنه برای اندیشه دیگران و بهره ای قائل شدن برای اندیشه دیگران. اما مدارا به معنی اینه که برای دیگر باشان و دیگر اندیشان ما احترام قائل باشیم، برخورد همراه با تحمل و احترام در واقع داشته باشیم. در رواداری فشاری وجود نداره، ما ذهنن میپذیریم که دیگران نیز در واقع حقی دارن و حقیقتی همراه افکارشون هست و حقیقت در انحصار ما نیست. در مدارا ما ممکنه ذهنن نپذیرفته باشیم ولی قرار بر اینه که همراهی بکنیم و مدارا بکنیم و تحمل بکنیم. پس مدارا وقتی که ما قدرت مقابله داریم ولی مقابله نمی کنیم، احترام میذاریم و تحمل میکنیم. عبارت دیگه رواداری پذیرش مدارا سازشه، رواداری معطوف به اندیشه است، مدارا معطوف به صاحب اندیشه. در رواداری ما میگیم اندیشه رو باهاش کنار میایم، میپذیریم، براش حقانیتی قائل میشیم یا بخشی از حقیقت رو. در مدارا میگیم صرف نظر از این که اندیشه این فرد حقیقتی هست یا نه، بهره ای از حقیقت داره یا نه، ما برای خود صاحب اندیشه احترام قائلیم و براش حقی قائلیم. فرد روادار کسی که به لحاظ ذهنی روادار شده و برای دیگر باشان و دیگر اندیشان حق داشتن حقیقت قائله، حق داشتن حقیقت قائله. معمولا روادارها مداراگر هم میشوند ولی میتونه نباشه، میتونه کسی باشه که به لحاظ فکری روادار باشه ولی مداراگر نباشه. ولی معمولا کسی که به لحاظ فکری روادار میشه مداراگر هم میشه ولی الزاماً نیست، یعنی رابطه یک به یک نیست که هر رواداری مداراگر هم هست، الزاماً اینجوری نیست. ولی معمولا این گونه است که
روادارها به راحتی مداراگر هم میشن. اما فرد مداراگر الزاماً روادار نیست. ممکنه اصلا قبول نداشته باشه که دیگران بهره ای از حقیقت دارند، اما در عمل و در زیست مدارا بکنه، همراهی بکنه، تحمل بکنه. بنابراین مداراگر الزامی نداره که رواگر هم باشه، ولی ممکنه که این رواگر و روادار هم باشه. نکته دیگه این که پس رواداری از جنس پذیرشه، مدارا از جنس سازش. اما پذیرش معمولا با سازش هم همراهه، اما سازش الزاماً با پذیرش همراه نیست. سازش معطوف به منفعته، پذیرش معطوف به حقیقته. من میپذیرم چون احتمال میدم طرف مقابل من هم بهره ای از حقیقت داشته باشه، ولی در مدارا من میسازم چون سازش برای من منفعتی داره، برای جامعه من منفعتی داره. نکته دیگه این که رواداری یک امر فردیه، اما مدارا یک امر اجتماعیه. در رواداری من ممکنه که فردن مستقل و به تنهایی بدون مراجعه به جامعه آدم رواداری باشم، برای دیگر اندیشان حقی قائل باشم، ولی برای مداراگر بودن جامعه هم باید من رو به سمت مدارا ببره. به تنهایی الزاماً من نمیتونم به سمت مدارا برم. برای مدارا تعامل عامل و ساختار، فرد و جامعه لازمه، تعامل دوتا لازمه، وگرنه ممکنه مدارا شکل نگیره. به این لحاظ مدارا یک امر اجتماعیه، رواداری ممکنه یک امر فردی باشه و عمدتاً یک امر فردی است، اما مدارا حتما یک امر اجتماعی است. شما ممکنه که من فردی جوانی در واقع به لحاظ فکری مشکلی با ازدواج با فرد دیگری که از مذهب دیگری است نداشته باشه، یعنی فرض بگیرید یک شیعه و یک سنی بخوان ازدواج بکنن و اعتقاد داشته باشن که هر دوی این مذاهب بهره ای از حقیقت رو دارن، ما با اون اشتراکاتش کار داریم، ولی ممکنه خانواده ها و جامعه اجازه ازدواج ندن به اینها. اینجا فرد هم وقتی تحت فشار خانواده و جامعه قرار میگیره ممکنه مدارا نکنه و کوتاه نیاد، همراهی نکنه، گرچه به لحاظ ذهنی مشکلی نداره و مذهب دیگری رو هم حقیقت میدونه، اما در عمل مدارا نمیکنه و حاضر نیست ازدواج بکنه چون بقیه همراهی نمیکنن و خانواده و جامعه در واقع نمیپذیرن. پس در واقع برای مدارا همراهی جامعه و تعامل فرد و ساختار لازمه. یک مطالعه‌ای در اصفهان شده اخیراً یکی دو سال پیش روی مدارا، البته بیشتر حالا همه قشرها بودن ولی بیشترشون دانشجو بودن. این مطالعه نشون میده که کسانی که مهارت اجتماعی بالاتری دارند، یعنی سواد بیشتری دارند، قابلیت‌ها و ارتباطاتشون بهتره، توانمندی های اجتماعیشون بهتره، مهارت های اجتماعی جمعا، اینها مداراشون کمتره. قاعدتا ما انتظار داریم افرادی که اجتماعی ترند و مهارت اجتماعی بالاتر دارن بهتر میتونن ارتباط برقرار بکنن، گفتگو بکنن، نقد بکنن، اینها از جامعه پذیریشون بالاتره، انتظار داریم که اینها مدارای بیشتری داشته باشن. ولی در این مطالعه نشون داده شده که کسایی که مهارت اجتماعیشون بالاست مداراجویشون کمتره. این تایید میکنه رابطه عملیات و ساختار رو، که اگر ساختار مداراگر نباشه فرد ممکنه روادار هم باشه ولی مدارا نمیکنه، یا فرد ممکنه مهارت اجتماعیش بالاتر باشه ولی مدارا نمیکنه. وقتی فرد میبینه که ساختار مدارا نداره، وقتی فرد از ساختار ناراضیه، وقتی فرد حس میکنه که ساختار بهش ظلم کرده، اون وقت
اون مهارت‌های اجتماعیش رو نه برای مدارا بلکه برای برخورد، برای منفعت‌جویی شخصی، برای فرصت طلبی بیشتر و یا حتی برای تخریب ساختار استفاده میکنه و مداراجویش میاد پایین. حالا این البته باید روش مطالعه بشه، ولی تفسیر من از نتایج این مطالعه که یک پایان نامه تز دکتری جامعه شناسی بوده اینه که فرد وقتی که نسبت به ساختار معترضه، اون وقت اعتراضش رو در عمل در عدم مدارا با همگنانش، با همراهانش، با همشهریانش نشون میده. خب فکر میکنم که همین مقدار برای بحث مدارا کفایت میکنه. من فقط بپرسم ببینم که مشکلی با صدا و تصویر من ندارید؟ بسیار خب، پس یه جنبندی این شد که رواداری یا تولرنس یک مفهوم فردی میتونه باشه و مدارا یک مفهوم اجتماعی همراه با تحمل، و عرض کنم که رواداری از جنس پذیرشه و مدارا از جنس سازش. رواداری معطوف به حقیقته و مدارا معطوف به منفعته و مصلحته. خب اینجا بحث مدارا رو موقتا میبندیم و یک گریزی میزنیم به بحث توسعه تا بعد بیان و توسعه رو با مدارا با هم لینک بکنیم و ببینیم چگونه مدارا بر فرایند توسعه اثر میگذاره. من امشب میخوام یک مفهوم تازه ای از در واقع توسعه رو خدمت شما معرفی بکنم، یعنی سعی میکنم در هر بحثی که دارم توسعه رو از یک زاویه معرفی بکنم. امشب میخوام از یک زاویه در واقع دیگری که با مدارا مرتبط میشه توسعه رو معرفی بکنم. ببینید، به لحاظ تاریخی بشر در قرن 20 با توسعه آشنا شد، اما با مفهوم و واژه توسعه، اما در طول تاریخ زیست بشری همواره مفهومی به نام سعادت و آرمانی به نام سعادت در زندگی بشر وجود داشته. در واقع بشر در طول تاریخ تمام تلاشش برای رسیدن به دستیابی به سعادت بوده، هم سعادت فردی هم سعادت جمعی. خب پاسخهایی که داده شده به این که چگونه ما میتونیم به سعادت برسیم متفاوت بوده. فیلسوفان یونان باستان مثل سقراط سعادت رو یک امر اخلاقی میدونستن و این که فرد اگر اخلاقی عمل بکنه به سعادت میرسه و جامعه هم اگر اخلاقی رفتار بکنه جامعه سعادت میرسه. بعدن افلاطون اومد و سعادت رو اینجوری معنی کرد که هرچه فرد با خیر بیشتر آشنا بشه و بدون چی خیر چی خیر نیست سعادت من. پس آگاهی و عمل به خیر، آگاهی از خیر و عمل به خیر، این ما رو به سعادت میرسونه. و بعد اساس این اومد گفت که کی بهتر از همه میدونه خیر چیه؟ فیلسوفان. و بنابراین توصیه کرد که بهتره که فیلسوفان پادشاه بشن یا پادشاهان برن فلسفه بخونن، چون با فلسفه میفهمند خیر چیست و با قدرت پادشاهی میتونن خیر رو عملیاتی کنن و اجرا کنن. بنابراین اگر فیلسوفان پادشاه بشن جامعه به خیر و سعادت میرسه و نظریه فیلسوف شاهی خودش رو ارائه کرد. بعد از افلاطون ارسطو اومد و آزادی رو مبنای خیر قرار داد. در واقع آزادی طبیعی رو که ما مطابق طبیعت عمل بکنیم و آزادی های اجتماعی رو، اینها رو مبنای سعادت قرار داد و فرد و جامعه ای رو سعادتمند دونست که آزادی بیشتری داشته باشن. حالا البته شرایط دیگه ای هم گذاشت، مالکیت خصوصی رو گذاشت و یکی دو شرط دیگه، ولی محور سعادت آزادی بود، آزادی انتخاب. و البته تمدن امروز غرب هم بر اساس این نظریه بنا شده.
بیشتر حکومت های در واقع در دوران معاصر رو دارم میگم، حکومت های شرقی دینی و در واقع حکومت های ایدئولوژیک و مارکسیستی مبتنی بر تئوری افلاطونند که یک نفر که میدونه خیر چیست و قدرت هم داره بذاریم و بیاد اون خیر رو برای ما. حالا خیر توی نظام فکری مارکسیستی میشه عدالت، توی نظام فکری دینی میشه آخرت، توی نظام فکری در واقع روستایی و قبیلگی میشه منافع قبیله و نظایر اینها. در هر صورت امروز اگر نگاه بکنیم بیشتر حکومت های توسعه یافته بر مبنای ارسطویی بنا شدن و بیشتر کشورهای توسعه نیافته بر مبنای افلاطونی، از قبیله و قبیله گرفته که با ریاست و صلاح دیده یه رئیس قوم تصمیماتشون میگیره تا انواع حکومت های اقتدارگرایی که در کشورهای شرقی و آسیایی و توسعه نیافته حضور داره. خب بعد تو طول تاریخ، بعدا مثلا توی اروپا عصر اسکولاستیک اومد و کلیسا حاکم شد بر مقدرات سیاسی اروپا و پادشاهان رو کلیس باید به حکم کلیسا پادشاهی میکردن. اون زمان دانشگاه ها و مراکز علمی هم زیر نظر کلیسا بود و اونجا سعادت شد عمل مطابق فرمان کلیسا، عمل مطابق کتاب مقدس، عصر اسکولاستیک. خب شاید بتونیم بگیم مهمترین دستاویز و هدفی که در طول تاریخ بشر به عنوان هدفی که میتونه خودش رو یا جامعه رو به سعادت برسونه دنبال کرده، هدف عدالت و آزادی بوده. چقدر ما در طول تاریخ برای عدالت و آزادی خون داده ایم یا خون ستانده ایم، چقدر خون ریخته ایم یا خون داده ایم. تمام تلاش تاریخی بشر برای این دو واژه زیبا و این دو آرمان بشری بوده، عدالت و آزادی. تلاش کردیم برای جلب عدالت یا اعمال عدالت، و تلاش کردیم برای جلب آزادی یا حفظ آزادی. این تلاش ها بود تا رسیدیم به قرن بیستم. البته این وسط در قرن 16، 17، 20 و 19 تغییراتی رخ داد. بعدها در قرن 16 سعادت به معنی انباشت سرمایه شد، انباشت منفعت شد و همون دورانی بود که اروپایی‌ها شروع کردن برن و سرزمین‌های تازه رو تسخیر کنن که ثروت اون کشورها رو وارد کشورشون کنن تا انباشت ایجاد بکنن و به سعادت برسن. بعدها گفتن زمین، هر جایی که زمین کشاورزی بیشتری داشته باشه، زمین منبع سعادته، چون از زمینه که همه چیز برمی‌خیزه. بعدها گفتن که نیروی انسانی و نیروی کار. اومدیم تا قرن بیستم. در قرن بیستم به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم مفهوم توسعه زاده شد. در واقع توسعه ترجمه زمینی سعادته. گفتیم که سعادت رو رها کنیم، ببینیم چگونه میتوانیم توسعه پیدا کنیم، به رفاه برسیم، به رضایت برسیم. جامعه و فردی که به رفاه و رضایت برسه سعادت خودش رو پیدا بکنه. در طول تاریخ دویدیم که به سعادت برسیم، نه به رفاه رسیدیم، نه به رضایت، نه به سعادت. بیایم سعادت رو رها کنیم، به رفاهمون و رضایتمون برسیم، جامعه‌ای بنا کنیم مرفه و جامعه‌ای بنا کنیم راضی، آنگاه فرد و جامعه میتونن مسیر سعادت خودشون رو پیدا بکنن. در واقع اگر بگیم سعادت جایی است که انسان به معنا میرسه، مسیر معناداری تو زندگیش پیدا میکنه، به شکفتگی میرسه. گفتن که بیایم رفاه رو ایجاد کنیم، رضایت رو ایجاد کنیم، افراد خودشون معنای زندگیشون رو پیدا میکنن و به مرز خلاقیت و شکفتگی میرسونن خودشون رو. سعادت رو ما رها کنیم. این شد که در قرن بیستم همه چیز حول توسعه شکل گرفت. همه ی تلاش ها، همه ی ایدئولوژی ها، همه چیز حول بحث توسعه شکل گرفت. بگذارید در این مفهوم من با هرم مزلو که احتمالاً بیشتر شما آشنا هستید یک در واقع دریچه رو باز بکنم. هرم مزلو
مستظر هستید که مزلو یک روانشناس بود که اومد نیازهای انسان رو طبقه بندی کرد، گفت که انسان‌ها 5 دسته نیاز دارن. حالا بعداً البته اومد دسته بندیش رو بست داد به 8 دسته، ولی اون دسته بندی اولیه و اصلی 5 دسته است. گفت ما 5 دسته نیاز داریم که هر دسته ای نسبت به دسته قبل، دسته پایین تر نسبت به دسته بالاتر اساسی تره و افراد تا نیازهای پایینشون رو تأمین نکنن به نیاز بالاتر نمیرن. یک مثلثی رو در نظر بگیرید که 5 لایه داره. لایه زیرین که قاعده مثلث رو تشکیل میده بهش میگه که سطح چی، نیازهای معیشتی، نیازهای فیزیولوژیک، غذا و لباس و سرپناه و عرض کنم که ازدواج و این مسائل، اینا میشه نیازهای در واقع معیشتی. آنچه که مربوط به تن میشه، آنچه که مربوط به حفظ تن به عنوان سازه اصلی رشد ما میشه توی نیازهای معیشتی قرار میگیره. گفت اول انسانها این قسم متمرکز بر معیشتن، بعد که این معیشت رو تا حد قابل قبولی، تا حد متوسط و قابل قبولی تأمین شد، نیازهای بعدی پیش میاد. سطح بعدی نیازهای مربوط به امنیته. از امنیت مرز و امنیت شهر و نظم شهر و امنیت خانه گرفته تا امنیت شغلی، امنیت بازنشستگی، امنیت بیماری و غیره و غیره، اینها همه توی حوزه امنیت قرار میگیره. میگه بعد از این که ما نیازهای فیزیولوژیکمون رفع شد، میریم سراغ نیازهای امنیتیمون. همه اینا در سطح قابل قبول، کامل نیازی نیست. همین که تا حد قابل قبولی رفع بشه، فرد میره سراغ نیاز بعدی. ممکنه که بره در طبقات بالا، ولی همچنان بخشی از نیاز معیشتش یا بخشی از نیاز امنیتش رفع نشده باشه، ولی همین که بخشی رفع شد، فرد میره سراغ نیازهای بعدی. سطح بعدی نیازها، نیازهایی که من بهش میگم نیازهای مربوط به محبت، اون میگه نیازهای ارتباطی، که ما خانواده داشته باشیم، دوست بگیریم، در جمع باشیم، ارتباط داشته باشیم و احساس در واقع هویت بکنیم که با دیگران هستیم. سطح بعدی نیازهای منزلتی است. نیازهای منزلتی این که خب من تو جامعه کیم، منزلتم چیست، موقعیتم چیست، سری توی سرها داشته باشم، خونم خونه متمایزی باشه، ماشینم متمایز باشه، حزب داشته باشم، درست کنم که در هر صورت نیازهایی که به نشون میده که من در جامعه فرد ویژه‌ای هستم، جایگاه ویژه‌ای دارم و منزلت اجتماعی کسب میکنم. بخش بزرگی از فعالیت‌های اجتماعی ما در اینجا قرار میگیره. بخش بزرگی از فعالیت‌هایی که ما برای رقابت میکنیم، برای اینکه سری توی سرها در بیاریم، اینجا قرار میگیره. مرحله بعد از اینکه افراد این نیازهاشون هم برآورده شد، تازه با این سوال روبرو میشن، خب من کیم؟ دنبال چی دارم میگردم؟ معنای زندگیم چیه؟ مأموریتم چیه؟ وقتی که همه این نیازها برآورده شد، من به لحاظ منزلتم در بهترین موقعیت اجتماعی قرار گرفتم، تازه این سوال پیش میاد. این سوالی که مثلا به طور نمادین اگه بگیم برای بیل گیتس اومده، وقتی که شد نفر اول به لحاظ ثروتمندترین فرد جهان، تازه سوال پیش اومد خب که چی؟ حالا من 20 سال 50 سال دیگه هم کامپیوترهای مدرن تر تولید بکنم، نرم افزارهای مدرن تر و مالم از 100 میلیارد بشه 200 میلیارد، خب که چی؟ که چی؟ این که چی که پیش میاد، ما میریم سراغ معنا، یافتن معنای زندگیمون و در مسیر یافتن معنا تلاش میکنیم شکفته بشیم، به خلاقیت برسیم، تا به رضایت برسیم. اینجا همون جاییست که ما احساس سعادت میکنیم. وقتی رسیدیم به بالای هرم مزلو، جاییست که ما دیگه احساس سعادت میکنیم، احساس میکنیم پیدا کردیم آن چیزی که گم شده ما بود. گم شده ما توی اتومبیل نبود، توی خونه نبود، توی ازدواج نبود، توی شهرت نبود. گم شده من این بود که الان برم واکسن بسازم برای آفریقایی ها. گم شده من اینه که الان برم برای روستاییان سیستان و بلوچستان مدرسه بسازم. گم شده من اینه که این قاعده علمی رو کشف کنم، این معضل علمی رو حل بکنم. هر کسی یه جایی
ولی اونجایی که احساس میکنه من کسی هستم، من تو هستی موقعیت دارم، نه تو جامعه، نه اینکه تو جامعه کیم، نه حالا احساس میکنم خوب شد به دنیا اومدم، چه لذتی داره زندگی، معنادار میشه زندگی ما. اینجا میشه اون بالا، جایی که افراد به خود شکوفایی میرسن. حالا من توسعه رو اینجوری تعریف میکنم، اینجوری تعریف میکنم که پس قرار شد که بیایم بگیم در قرن بیستم بحث سعادت رفت کنار و اومد بحث رفاه و رضایت. ببینید در این طیف مزلو که میریم بالا، ما اول دنبال رفاهمونیم، معیشتمون، امنیتمون، کم کم از طبقه سوم به بعد دنبال رضایتیم، خانواده داشته باشیم، ارتباطات تو جامعه منزلت داشته باشیم، و طبقه بالا پنجم دیگه دنبال معنای زندگی هستیم. بنابراین من توسعه رو اینجوری تعریف میکنم که جامعه‌ای که کمک کنه که اکثریت اعضای جامعه بتونن از این پلکان مزلو برن بالا به سمت خودشکوفایی، جامعه‌ای است که داره توسعه پیدا میکنه. و اگر بیشتر افراد جامعه رفته باشن تا مراحل بالا و فرصت براشون باشه و راه باز باشه، جامعه توسعه یافته است. در واقع در جامعه توسعه نیافته بیشتر افراد توی سطح معیشت هم، بعد یه کمیشون توی سطح امنیت هم، یه کمی کمترشون توی سطح محبت هم، کمترشون توی سطح منزلت هم، نوادری تو سطح معنا هستن. شما تا نگاه میکنید تو سطح خودشکوفایی، مثلا در دوران مولانا ممکنه در کل جامعه 10 نفر 20 نفر رسیده باشن به سطح خودشکوفایی، ولی الان توی جوامع غربی بخش زیادی از مردم احساس میکنن که جایگاهش رو توی خلقت پیدا کردن و به خودشکوفایی رسیدن. پس توسعه یافتن یعنی این که در مراحل سطوح هرم مزلو نیازهای پایین برآورده بشه، بریم نیازهای بعدی، نیازهای بعدی، نمانیم در یک نیاز، عقب روی نکنیم. و جامعه توسعه یافته جامعه ایست که کمک کرده بیشتر مردم تو این پلکان برن بالا، بیشتر مردم در پایین نمونن، در دو سطح پایین نمونن، در سطح رفاه نمونن، مسئلهشون رفاه و معیشت و این نباشه، از رضایت هم رفته باشن بالاتر. به عبارت دیگه مثلا میشه گفت که دو تا سطح اول مزلو بیشتر معطوف به رفاه ماست، دو تا سطح بعدی معطوف به رضایت ماست و سطح بالا معطوف به معنا. من توسعه رو به این معنی تعریف میکنم، توسعه فرایندی است که به افراد کمک بکنه که از رفاه به سمت رضایت و از رضایت به سمت معنا برن. ما الان جامعه پر رفاهی هستیم یا بوده ایم، حالا کم شده رفاهمون ولی راضی نیستیم. هرچه هم جاده هامون بهتر شد، خودروهامون بهتر شد، امکانات شهرمون بهتر شد، رضایتمون بالا نرفت، توی رفاه سرگردانیم. بعد که به رضایت برسیم تازه سوال پیش میاد که حالا من کیم توی این هست. و در واقع خیلی آسیب میزنه هم پدر و مادری که، هم حکومتی که فرزندانش رو و شهروندانش رو قبل از اینکه به رفاه و رضایت برسه بخواد به معنا برسونه، بخواد به خودشکوفایی برسونه. و یکی از خطاهای جمهوری اسلامی همین بود که پیش از آن که جامعه رو به رفاه و رضایت برسونه، میخواست جامعه رو به معنا برسونه، به خودشکوفایی برسونه، به سعادت برسونه، و به همین خاطر امکانات رفت جایی که وقتش نبود. جامعه داشت توی سطوح پایین قوطه میخورد، حکومت مسئله سطوح بالاست. اون هم حالا معناهای ایدئولوژیک، نه معنای در هرم مزلو. هر فردی معنای خودش رو پیدا میکنه، هر فردی سعادت خودش رو پیدا میکنه، راه خودش رو پیدا میکنه. خب پس توسعه یعنی این حرکت، رفاه یعنی محدودیت ها و بخت آزمایی های طبیعی کم بشه، سرما، گرما، تصادف، سیل، زلزله، بیماری منو دیگه نتونه تحت تاثیر قرار بده و اذیت کنه، این میشه رفاه. رضایت یعنی محدودیت ها و بخت آزمایی های اجتماعی منو آسیب نزنه، سقوط بورس، شورش شهری، دزدی، بیقانونی، اینها عدم رضایت میاره دیگه. پس رضایت یعنی اینکه
من در محدودیت های اجتماعی و بخت آزمایی اجتماعی به من آسیب نزنه و من امن باشم از این منظر. و معنا یعنی که من در برابر هستی، در برابر خلقت، در برابر خودم احساس بکنم که سرگشته نیستم و میدونم دارم چه کار میکنم و امنیت وجودی دارم. خب یه نگاه بکنیم به این که جامعه شناسان چی میگفتن. جامعه شناسان توسعه رو میگفتن تحقق مدرنیزاسیون یا نوسازی و بعد مدرنیته یا نوگرایی. بنابراین عبور از مدرنیزاسیون به مدرنیته میشه توسعه. مدرنیزاسیون چیه؟ نو کردن ظاهر زندگی، خیابانها و خونه ها و تکنولوژی و فناوری و خودروها و غیره، نو کردن ظاهر فیزیک زندگی. مدرنیته چیه؟ مدرنیته تحولات فکری، فرهنگی و رفتاری است. نو کردن تحولات، نو کردن اندیشه، نو کردن افکار، نو کردن روحیات، نو کردن الگوهای رفتاری و نو کردن فرهنگ، این میشه مدرنیته. در واقع مدرنیزاسیون کارش حذف محدودیت‌های طبیعی و رسوندن ما به رفاه، و مدرنیته کارش رسوندن ما به رضایته. جامعه شناسان کار دیگه به معنا و سعادت نداشتن. مفروضشون این بود که اگر جامعه ای رفاه رو و رضایت رو تحقق بده، مدرنیزاسیون رو و مدرنیته رو، نوسازی رو و نوگرایی رو بهش برسه، به طور طبیعی افراد معنای زندگیشون رو پیدا میکنن و راه سعادتمندانه خودشون رو کشف میکنن. بنابراین دیگه اصلا نیازی نیست که ما بریم اونجا رو بخوایم باز بکنیم. تا حدودی هم درسته. توی هرم مزلو هم وقتی افراد به سطح 4 برسن دیگه آماده میشن که برن سطح 5. به طور طبیعی میرن سطح 5 و سطح 5 یعنی خودشکوفایی محقق میشه. خب حالا اینجا نگاه کنید توی بحث مدرنیته یا در واقع رضایت، مرحله رضایت یا مرحله سوم و چهارم مزلو چه تحولاتی رخ میده. عقلانیت میاد به جای سنت میشینه، یعنی مناسباتی که قبلا سنت اونها رو تنظیم میکرد حالا عقلانیت تنظیم میکنه. عقلانیت میاد توی جای عاطفه میشینه، یعنی قبلا بسیاری از مناسبات شخصی من عاطفی بود حالا عقلانی تر میشه. قانون میاد به جای سنت یا حکم پادشاه میشینه، قبلا قانون سنت ها بودن یا حکم پادشاه بود، حالا قانون میاد میشینه، پادشاه هم بر اساس قانون حکمرانی میکنه. تفکیک قوا میاد و و و یکی از مهمترین تحولاتی که تو مدرنیته باید رخ بده مدارا هست. مدارا. حالا از همینجا میخوام در واقع این تحول مدرنیته و یکیش مدارا هست رو برم و بحث در واقع توسعه رو باز بکنم که مدارا حالا کجای داستان توسعه قرار میگیره. در اواخر قرن بیستم آمارتیا سن بحثی رو باز کرد که بعدها تبدیل به کتابی شد به نام توسعه به مثابه آزادی، که اونجا نشون داد که اگر ما به سمت آزادی بریم به توسعه رسیدیم. اصلا توسعه یعنی تحقق آزادی. آزادی چیه؟ آزادی اینه که ما قابلیت هامون شکفته بشه، قابلیت کسب بکنیم، یعنی از ناتوانی ها آزاد بشیم، از نداشتن ها آزاد بشیم. سواد نداریم، سواد کسب بکنیم، از جهل آزاد بشیم. زبان نمیدونیم، زبان خارجی یاد بگیریم، از بستگی در یک کشور آزاد بشیم. مهارت شغل نداریم، بریم مهارت کسب بکنیم، از بی‌مهارتی آزاد بشیم، قابلیت پیدا کنیم. و از اون طرف هم فرصت در اختیار ما قرار بده داده بشه که این قابلیت هامون رو به اجرا بگذاریم و شکفته بکنیم. پس از نظر آمارتیا سن قابلیت و فرصت، توسعه یعنی گسترش منظم قابلیت ها و فرصت ها در جامعه. چند دهه قبل از آمارتیا سن آیزایا برلین در واقع یک مفهومی رو از آزادی مطرح کرد به نام آزادی مثبت و منفی یا آزادی ایجابی و سلبی، پوزیتیو فریدم و نگاتیو فریدم.
آزادی سلبی یا منفی از نظر برلین این بود که حذف محدودیت ها، این که دیوار زندان رو بردارن من آزاد کنن از زندان، این آزادی مثبت منفیه، یعنی آزادی سلبیه، محدودیت من حذف شده. این که اجازه بدن من دینم رو عوض بکنم، این آزادی سلبیه، محدودیتی. آزادی مهاجرت، آزادی عقیده، آزادی دین، عرض بکنم که آزادی شغل و الی آخر، اینا میشه حذف محدودیت ها. آزادی های اجتماعی، آزادی های سیاسی، اینا هم از جنس آزادی سلبیه. آزادی مثبت چیه؟ این که من از ناتوانی ها آزاد بشم. من ممکنه از زندان آزاد بشم، آزادی منفی یا سلبی رو کسب بکنم، ولی حالا تا میام بیرون هیچ شغلی نمیتونم کسب بکنم، چون هیچ مهارتی ندارم، سواد ندارم، کسی به من شغل نمیده، ازدواج نمیتونم بکنم، خونه ندارم. یعنی من آزادی های مثبت رو ندارم، آزادی های ایجابی رو، آزادی هایی که به من فرصت انتخاب میده. وقتی من سواد ندارم شغل زیادی نمیتونم انتخاب بکنم، فقط میتونم کارگر باشم، چه باشم. وقتی سواد پیدا میکنم میتونم انواع مشاغل رو انتخاب بکنم، پس آزادی من در شغل میره بالا در انتخاب. یا وقتی من یک زبان خارجی رو پیدا کسب میکنم، میتونم مشاغل دیگه ای رو، فرصت های دیگه ای رو هم در کشورهای دیگه انتخاب بکنم، پس آزادی من میره بالا. این شد آزادی ایجابی یا مثبت. آزادی سلبی و ایجابی آیزار برلین مطابق است با نظریه آمارتیا سن، قابلیت و فرصت. قابلیت ها آزادی مثبت به ما میدن، هرچه ما توانمندی هامون، مهارت هامون و قابلیت هامون بیشتر باشه آزادی مثبت بیشتری داریم. و فرصت ها آزادی های منفی یا سلبی به ما میدن، هرچه جامعه بیشتر به ما فرصت بده، فرصت انتخاب بده، آزادی بیشتری به من داده. بنابراین در واقع آمارتیا سن اومد و تئوری آیزای برلین رو برد و تئوری توسعه اش کرد تحت عنوان قابلیت و فرصت. پس با این مفهوم توسعه یعنی جامعه ای که به طور منظم قابلیت ها و فرصت های شهروندانش رو افزایش میده. بخشی از این کار رو از طریق عدالت باید انجام بده، بخشیش رو از طریق آزادی. اینجا جایی است که آزادی و عدالت آشتی میکنن. در طول تاریخ ما میگفتیم که اقتصاددون ها میگفتن که آزادی و عدالت با هم تنافر دارن، همدیگر رو تقویت نمی کنن، مخالف همن. اگه شما خواستی عدالت ایجاد کنی و شکاف طبقاتی رو پر بکنی، باید آزادی یک عده رو بگیری، ثروتشون رو بگیری بدی به یک عده دیگه، آزادیشون رو محدود کردی. بنابراین عدالت ضد آزادی است. اما در این مفهوم برلینی و آمارتیا سنی، عدالت هم بخشی از آزادی است. شما با عدالت قابلیت میدی به افراد قابل. وقتی که فقرا رو حمایت میکنی، وقتی که به فقرا کمک میکنی، آموزش رایگان برای فقرا میذاری، درمان رایگان میذاری برای فقرا، به فقرا کمک کردی تا قابلیت خودشون رو ببرن بالا و در واقع آزادی مثبت کسب بکنن، آزادی مثبت کسب. بنابراین عدالت هم اینجا به معنی آزادی است، منتها آزادی از جنس ایجابی و مثبتش. آزادی های سیاسی آزادی های از جنس سلبی است. اینجا جایی است که عدالت و آزادی با هم آشتی می کنند. تأمین عدالت به معنی تأمین آزادی برای بخشی از جامعه است. فقرا رو ما بخشی از آزادی هاشون رو و فرصت هاشون رو و قابلیت هاشون رو گرفتیم. و اگر بخوایم جامعه رشد بکنه، چاره ای نداریم که فقرا هم رشد بکنن. بنابراین برای توسعه ما باید از طریق عدالت فقرا رو به حرکت در بیاریم که قابلیت هاشون بره بالا و فرصت های بیشتری کشف بکنن، و از طریق آزادی هم ثروتمندان رو کمک کنیم که برن جلو، فرصت های بیشتری در برابر ثروتمندان قرار بدیم. پس توسعه یعنی افزایش همزمان قابلیت ها و فرصت ها، آزادی های مثبت و منفی برای فقرا و ثروتمندان، برای همه بخش های از جامعه. این میشه توسعه. برگردیم حالا ربطش رو با مدارا ببینیم.
مدارا یک قابلیته که خلق فرصت میکنه. اولا من برای اینکه مدارا کنم باید قابلیتی داشته باشم، خیلی باید من توانمند باشم تا مدارا بکنم، خیلی باید جامعه توانمند باشه تا مدارا بکنه. وقتی من مدارا میکنم به دیگرانی که دیگر باشند و دیگر اندیشند و من نیستند و جز منند فرصت انتخاب دادم، اجازه دادم که اونها هم تجربه کنند، اونها هم انتخاب بکنند. مدارا ویژگی است که هم آزادی مثبت دارد هم آزادی منفی. در منی که مداراگرم آزادی مثبت خلق میکنه. من باید خیلی قابلیت و مهارت کسب بکنم تا به مدارا برسم. معمولا آدمای پیشرفته به مرز مدارا میرسن، آدمای عقب مانده اهل مدارا نیستن. پس در فرایند کسب قابلیت ها من به مدارا میرسم، یعنی به آزادی مثبت میرسم. وقتی من و تک تک شهروندان به مدارا رسیدیم، یعنی برای دیگران فرصت قائل شدیم، آزادی ایجاد کردیم تا بتونن انتخاب های بیشتری داشته باشن، تا بتونن با فرصت های جدید خودشون رو شکفته بکنن. بنابراین به جامعه فرصت دادیم که اکثریت افرادش به شکفتگی برسند. راه رو باز کردیم تا بیشترین فرصت رو ایجاد کنیم تا بیشترین افراد به بیشترین شکفتگی برسند. اینجاست که موتور توسعه روشن میشه. توسعه وقتی شکل میگیره که اکثریت افراد جامعه بتونن چه کار کنن؟ بتونن قابلیت هاشون رو بالا ببرن و فرصت های بیشتری رو هم در اختیار بگیرن هم خلق بکنن، به مرز خلق فرصت و به مرز خلق قابلیت برسیم. این میشه توسعه. اکثریت افراد بتونن هم قابلیتش رو ببرن بالا هم فرصت های بیشتری. و مدارا یکی از اون ویژگی هاییست که هم قابلیت رو برده بالا و هم فرصت رو میبره بالا. یعنی مدارا عین توسعه است، عین توسعه است. حالا پیشتر میگم که رابطه مدارا دقیقاً با توسعه چیه. حالا این مفهوم رابطه مدارا و آزادی مثبت و منفی رو داشته باشید. قابلیت پس خلق فرصت میکنه، قابلیت خلق فرصت میکنه و مدارا نوعی قابلیته که هر کسی نداره و هر جامعه ای نداره. مدارا در فرد قابلیتی که شکل میگیره به صورت یک مهارت، آزادی ایجابی به من میده و برای بقیه خلق فرصت میکنه و آزادی سلبی به بقیه میده. خب حالا از اینجا بریم سراغ رابطه مدارا و توسعه. پس مدارا فرصت شکفتگی به همه اجزای جامعه و همه فکرها و همه اندیشه ها میده. تنها در این صورته که ما میتونیم به بالای هرم مزلو حرکت کنیم. اگر فرصت شکفتگی به همه داده نشه، فرصت در واقع فرصت انتخاب های فراوانتر، فرصت خلق های جدید، نوآوری های جدید، کشف های جدید به همه ندیم، افراد در هرم مزلو بالا و بالاتر نمیرند. مدارا کمک میکنه تا ما در هرم مزلو با قابلیت های جدید و فرصت های جدید بریم بالاتر و بالاتر تا به مرحله نهایی، یعنی به سطح شکفتگی برسیم. وقتی که جامعه ای به مرز شکفتگی و خلاقیت رسید، یعنی دیگه وارد مراحل پایانی توسعه یافتگی شده. در حرکت از مراحل پایین به بالا در هرم مزلو ما در حال توسعه‌ایم. اما وقتی که جامعه به جایی رسید که به اکثریت افرادش اجازه داد که به خود شکوفایی برسند، وارد مراحل نهایی توسعه شده. وقتی که اکثریت بتونن به مرز خلاقیت خودشون برسند، فرصت و قابلیت در اختیار همه باشه که به مرز خلاقیت برسن، به مرز شکفتگی، اینجا ما در مراحل بالای توسعه رسیدیم. و امروز میگیم توسعه متکی بر خلاقیته. الان شهر در رتبه بندی شهرها، شهرهای توسعه یافته رو میگن شهرهای خلاق.
شهر خلاق سه ویژگی دارد: فناوری، خلاقیت و مدارا. امروز برای دستبندی شهرهای خلاق یعنی توسعه یافته ترین شهرها سه ویژگی برمی شمارند: فناوری، خلاقیت و مدارا. یعنی در بعد فنی و اقتصادی در مرز فناوری باشه، پیشرفته ترین فناوری ها رو به کار بگیره. در بعد فکری و روانی به مرز خلاقیت رسیده باشه، یعنی همه نیرو، همه افراد در این شهر اهل خلاقیت و نوآوری و کشف باشن. همه سرمایه گذاری ها از نوع خلاقانه و کارآفرینانه و نوآورانه باشه. پس در بعد فکری و روانی هم افراد به مرز خلاقیت رسیده باشن و در بعد فرهنگی و اجتماعی دارای مدارا باشن. چرا که بدون مدارا خلاقیت ها امکان بروز نداره و بهترین فناوری ها نخواهند آمد. پس بعد اقتصادی، بعد فکری روانی و بعد فرهنگی اجتماعی، فناوری، خلاقیت و مدارا. بنابراین امروز مدارا یکی از سه رکن اساسی توسعه قلمداد میشه، یکی از سه رکن اساسی توسعه. خب نکته ای که هست اینه در مورد مدارا تو فرایند توسعه، نکته ای که هست اینه، اگه خاطرتون باشه عرض کردم که رواداری، عرض کنم که رواداری فردی است، در سطح فرد قابل تحققه، ولی مدارا اجتماعی است، یعنی در تعامل فرد و جامعه، عامل و ساختار مدارا میتونه شکل بگیره. جای مدارا کجاست؟ جای مدارا در طبقه چهارم هرم مزلو، یعنی جایی که افراد وارد خودشکوفایی میشن، ببخشید، جایی که افراد وارد منزلت اجتماعی میشن، اون جایی که افراد میخوان سری در سرها داشته باشن، متمایز باشن، ثروتشون، علمشون، شهرتشون، قدرتشون با دیگران متمایز باشه، اونجا ما نیاز به مدارا داریم. اونجا ما نیاز به مدارا داریم. بنابراین محل تحقق مدارا در مرحله چهارمه. حالا در مرحله چهارم فرد و جامعه باید بخواهند و عزم کنند تا به مدارا برسند. مدارا خودش رخ نمیده. ممکنه شما جامعه‌ای باشی که معیشتت حل شده باشه، امنیتت حل شده باشه، ارتباطات و ازدواج و محبتت حل شده باشه و در مرحله سوم، چهارم، یعنی منزلت رسیده باشی، احزاب خوب، ثروت بزرگ، خانه های متمایز، ماشین های مدرن، همه رو داشته باشیم، در منزلت در جامعه تحقق پیدا شده باشیم، اما توش مدارا نباشه، رواداری نباشه، برخورد پیش میاد، این جامعه هزینه خواهد داد، یا تو این مرحله پر هزینه میمونه یا اصلا سقوط میکنه به مراحل قبلی. در مرحله چهارم وقتی جامعه رسید باید عزم بکنه ساختار، حکومت، نخبگان، نهادهای مدنی و افراد که به مدارا برسند. اینجا مدارا کسب کردنی است، خودش محقق نمیشه. بنابراین ممکنه یک جامعه ای تا مراحل بالای رشد هم بره ولی به مدارا نرسه و بنابراین به توسعه نمیرسه، در مسیر توسعه یافتگی درجا میزنه. اما وقتی این مدارا در مرحله چهارم محقق شد، جامعه میتونه بره به مرحله پنجم، یعنی به خودشکوفایی برسه. در خودشکوفایی در مرحله پنجم رواداری به طور طبیعی محقق میشه، رواداری خود به خود محقق میشه. یعنی وقتی که جامعه، ببخشید من زمان رو الان دیدم، 10 دقیقه فرصت از کی برای من نوشید که 10 دقیقه فرصت بله، خواهش میکنم، متشکرم. خب بنابراین وقت جامعه باید در مرحله چهارم خودش به رواداری تصمیم بگیره، نخبگانش، حکومت، نهادهای مدنی و تک تک افراد که رواداری رو محقق کنن، بعد جامعه میره به سطح
خودشکوفتگی و خودشکوفایی، اونجا رواداری محقق میشه. چون کسی میتونه به خودشکوفایی برسه که به رواداری رسیده باشه. در خودشکوفایی من متوجه میشم که وقتی به آزادی رسیدم تونستم خودشکوفا بشم، بنابراین به دیگران هم حق آزادی بدم. اتفاقا مظلوم هم میگه در خودشکوفایی جاییست که من تلاش میکنم دیگران رو ببینم، به دیگران کمک کنم، دیگران رو ارتقا بدم، افکار دیگران رو اهمیت بدم، حتی افکار دیگران رو ترویج بدم. در خود فردی در خودشکوفایی قرار میگیره که به مرز خلاقیت رسیده باشه، فردی به مرز خلاقیت میرسه که آزادی ها و قابلیت ها و فرصت ها رو تجربه کرده باشه. این فرد وجدان کرده، فهمیده که اگر رواداری نباشد امکان خلق نیست، امکان خلاقیت نیست، و به طور طبیعی رخ میدهد. پس رواداری رخ میدهد، ایمرج میشه، پدیدار میشه. اما مدارا نیازمند کنش فعال ماست، نیازمند انتخاب فعال ماست. بنابراین من الان میگم که مدارا شرط توسعه است، رواداری نتیجه توسعه. ما تا به مدارا نرسیم توسعه پیدا نمی کنیم، اما چه به مدارا برسیم چه به توسعه، رواداری محقق می شود. پس مدارا شرط توسعه است، رواداری نتیجه توسعه است. از همینجا نتیجه میگیرم که حکومت توسعه خواه حکومتی است که مداراگر باشه و مروج مدارا باشه. اگر حکومتی روادار نیاز نیست باشه، شرط توسعه رواداری نیست، یا یک سیاستمدار یا یک فرد شرط توسعه خواه بودنش روادار بودنش نیست. ممکنه یک حکومت بگه آقا من حقم، دین من حقه، ایدئولوژی من حقه، اما در عمل جامعه رو به سمت مدارا ببره، مروج مدارا باشه. پس حکومت توسعه خواه حکومتی است که روادار مداراگر باشه و ترویج مدارا بکنه. الزامی نیست ترویج رواداری رو بکنه و الزامی نیست روادار باشه، اما مداراگر باید باشه. مدارا در واقع، مدارا هم مادر توسعه است هم مادر دموکراسی است، نه برعکس. دموکراسی نیست که مدارا میاره، مداراست که دموکراسی میاره. بدون دموکراسی جامعه روی ریل توسعه نمیفته، اما بدون مدارا جامعه روی ریل توسعه نمیفته، اما ممکنه بدون دموکراسی روی ریل توسعه بیفته. بعد از مرحله‌ای که روی ریل توسعه پیش رفت، دموکراسی هم کسب میکنه، ولی در مراحل اولیه جامعه ممکنه بدون دموکراسی روی ریل توسعه بیفته، اما بدون مدارا نمیشه. بدون مدارا روی ریل توسعه نمیفته. دموکراسی واقعی در جامعه‌ای رخ میده که مدارا وجود داره. در جوامعی که مدارا نیست اما دموکراسی میاد، انتخابات میاد، بعضی وقتا بسیار مخربه. این تجربه رو ما در ایران داشتیم. دموکراسی ما دموکراسی فاقد مداراست. در مناطق قومی دموکراسی ویرانگر بوده، رقابت‌های قومی ویران کرده مناطق قومی ما رو و حاشیه ما رو، چون مدارا اونجا نیست. در خود ساختار سیاسیمون هم که مدارا نیست، اما یک دموکراسی نیم وقت هست، یک انتخاباتی هست، انتخابات و جا به جا شدن قدرت در ایران چون همراه با مدارا نبوده، هر گروهی میمده سعی میکرده فرصتهای گروه مقابلش رو نابود کنه و حد اکثر فرصت خودش به دست بگیره و بنابراین ضد توسعه عمل کرده. اگر مدارا نباشد و دموکراسی بیاد تخریب میکنه. هر کجا دیدیم حکومت اقتدارگرایی هست، حتما جامعه اقتدارگرا بوده، و هر کجا جامعه اقتدارگرا باشه حتما بی‌مداراست. برای توسعه، برای دموکراسی، اول باید ما به مدارا برسیم تا اقتدارگرایی از خانواده، از جامعه حذف بشه. بعد که اقتدارگرایی از جامعه حذف شد، از حکومت هم حذف میشه. امکان نداره در یک جامعه ای که اقتدارگرا نیست حکومت اقتدارگرا سر کار بیاد. جایی اگر دیدیم حکومت اقتدارگرا، حتما اون جامعه مستعد اون حکومت اقتدارگرا بوده و اصلا خودش فرصت داده تا اون حکومت اقتدارگرا بیاد بالا. بنابراین با مدارا
اقتدارگرایی از بین می رود، نخست در خانواده، در جامعه و بعد در حکومت، و توسعه و دموکراسی رخ می دهد. بنابراین اقتدارگرایی ریشه بیمدارایی نیست، بیمدارایی و تعصب ریشه اقتدارگرایی است. چون بعضی از روانشناسا گفتن که آقا افرادی که اقتدارگرا هستن مدارا هم ندارن. من اینو برعکس میبینم، کسانی که مدارا ندارند اقتدارگرا هستن و ریشه اقتدارگرایی بیمدارایی است و تعصبه. بنابراین هم برای دموکراسی هم برای توسعه ما باید از مدارا شروع کنیم و مأموریت نخبگان اگر توسعه خواهند و مأموریت حکومت اگر میخواهد توسعه خواه باشه اینه که بر مدارا تمرکز کنه و مدارا رو ترویج کنه. خانواده در حوزه خانواده و تربیت کودکی، حکومت در حوزه مدرسه و آموزش کودکان، نخبگان در حوزه در واقع سپهر اندیشگی عمومی و گفتمان عمومی، همه با هم باید مدارا رو ترویج کنن. بدون بسترسازی برای مدارا توسعه خواهی جواب نمیدهد، توسعه خواهی پر هزینه می شود، توسعه خواهی به تنش های مکرر، به شورش ها، به تنش ها، به اقتدارگرایی می انجامه و منابع ملی ما رو نابود می کنه. و متاسفانه امروز در ایران هم خانواده مداراگر نیست، هم نخبگان مداراگر نیستند، هم حکومت مداراگر نیست. رواداری رو رها میکنیم اصلا، رواداری رو اصلا رها میکنیم. هر سه اینها مداراگر نیستند. این که خانواده ها دائما با بچه هاشون تنش دارند و اجازه نمیدهند تا بچه ها افکار جدید، مذهب جدید، شغل جدید، دنیای جدید رو و فرهنگ جدید رو تجربه کنند، ناشی از بیمدارایی است. این که حکومت اجازه نمیده تا نهله های متنوع، افکار متنوع، احزاب متنوع در جامعه حضور داشته باشند نشانه بیمدارایی است. این که نخبگان ما با هم گفتگو نمی کنند، هنرمندان ما با هم تعامل ندارند، اقتصاددان ما گفتگو با هم ندارند، جامعه شناسان ما با هم گفتگو ندارند، کدام یک از نهادهای مدنی اقتصاددانان یا جامعه شناسان یا هنرمندان تو این جامعه هست که موج ایجاد کنه، حرکت ایجاد بکنه؟ چون اونها با هم تعامل ندارن، با هم گفتگو ندارن، نسبت به هم مدارا ندارن. همه ما در حوزه مدارا پر از نقصیم، فقط حکومت نیست. حالا حکومت فقط این نکته هم هست که چون روادار هم نیست، مدارا هم نیست، این دوتا مسئله به هم گره خورده و مسئله رو دشوار کرده. حداقل اگر بخشی از سیاست مداران ما روادار بودند شاید این فروبستگی ما تسهیل می شود. در هر صورت من مهمترین نشانه رفتاری توسعه خواه بودن رو در فرد، در خانواده، در نخبگان، در نهادهای مدنی و در حکومت این ویژگی می دونم که آیا اهل مدارا هستند یا نه. و مدارا یعنی این که تحمل دیگر باشی، تحمل دیگر اندیشی، احترام به دیگر باشی و احترام به دیگر اندیشی. متشکرم. این شکلی هرم با این توضیحاتی که شما فرمودین از قاعده هرم تا به مرحله شکوفایی رسیدنش، آیا این بر اساس تئوری های جامعه شناسی هست و اینی که انتظار میره که جامعه‌ای که به مرحله رضایت رسید بعدها به شکوفایی برسه، یا یک مسئله تجربه شده ای هست و نمونهش در اجتماعات مختلف دیده شده و به عنوان و این نمونه ها میتونن به عنوان الگوی اجتماعات دیگه مورد استفاده قرار بگیرن، و یا اینی که این هرمی که شما فرمودین در ابعاد مختلف اجتماعی کارکردهای مختلف داره و به شکل کلی در تمام سطوح اجتماعی نمیشه اون رو در نظر گرفت؟ اگر اینو یه مقداری توضیح بدیم در موردش ممنون میشم. خب ببینید، مستحضری که هرم مظلو در واقع ابداع مظلو بود و مدلی که مدل مظلو بود برای تبیین
رفتارهای افراد در حوزه نیازهاش برای فرده. ایمال فرده. کاری که من کردم اینه که هرم مظلوم رو آوردم در سطح اجتماعی. این میتونه به لحاظ روش شناسی بهش ایراد گرفته بشه که اون مدل مدل فرده، تو اومدی اون مدل رو در سطح جامعه داری مطرح میکنی، چه جوری با چه استدلالی این کارو میکنی. خب این یه ایراده که من باید پاسخ بدم، الانم پاسخ دقیقی براش ندارم، ولی تا جایی که در واقع در موردش اندیشیدم اینه که فرد در واقع اگر اهدافش رفاه و رضایت باشه، اهداف جامعه فراتر از اهداف فردی. یعنی جامعه ممکنه که حالا ساختار یا حکومت فقط دنبال رفاه و رضایت فرد نباشه، دنبال مثلا عدالت جهانی هم باشه، دنبال توسعه ایدئولوژی مذهبیش هم باشه یا اهداف دیگری. بنابراین اصلا یه جاهایی ممکنه که اهداف جامعه در جهت اهداف رفاه و رضایت فرد نباشه. تو چجوری مدل مظلو رو آوردی در سطح جامعه، میگی که خب حالا جامعه اگر رو این سطح تو این مسیر بره داره توسعه پیدا میکنه. اینجا پاسخم اینه که فعلا یه پاسخ اولیه ساده است، بازم باید در موردش بیاندیشم و هنوز پاسخ نهایی ندارم. پاسخم اینه که ما فرضمون بر اینه که حکومت یا هر کسی که سیاست گذاری میکنه برای جامعه یا حتی نهادهای مدنی، حتی وقتی اهدافی خارج از اهداف فرد میذارن، هدف نهایی و قایشون اینه که به رفاه و رضایت فرد کمک بکنن. یعنی اگر یه حکومتی دنبال اینه که ایدئولوژیشو تو جهان گسترش بده، هژمونی جهانی برای خودش کسب بکنه، نهایتاً میخواد از طریق ایدئولوژی و هژمونی منافعی برای جامعه کسب بکنه و نهایتاً جامعهش رفاه و رضایت ببرن. بنابراین ممکنه هدف بلند مدت باشه، به این نسل نرسه، ولی حتی اون اهداف هم چیه؟ اون اهداف هم نهایتاً با فرض اینکه حکومت خیرخواه باشه، قرار است نهایتاً در جهت منافع ملی به کار گرفته بشه. فعلا من جوابم اینه، ولی ممکنه جواب مقنعی نباشه، باید روش کار بکنم. پس کاری که من کردم اینه که هرم مزدو رو از سطح فرد آوردم، دارم توی سطح جمع و جامعه دارم تحلیل میکنم. خب با این نگاه قطعا قبلا مطالعه نشده و ما نمیتونیم نه مطالعه تجربی و نه شواهد تجربی رو الان بیاریم که این فرایند محقق شده، ولی شما اگر که یک نگاه در واقع شهودی داشته باشید، در واقع سوال شما اینه که آیا این فرایند سلسله مراتبی مظلو کجا محقق شده؟ ما وقتی نگاه میکنیم توی سیر تاریخی قرن بیستم میبینیم که، یا حتی دو قرن اخیر، قرن 19 و 20، میبینیم که کشورها در گام اول همشون رفتن سراغ توسعه فیزیکی، توسعه در واقع رشد اقتصادی، کارخونه بزنن، جاده بزنن، راه بزنن، عرض کنم که غذای مردم رو تأمین بکنن، بهداشتشون رو تأمین بکنن. در قرن 20، اگر قرن 18 و 19 رو ببینید، بخش اعظم تلاش بخش خصوصی و تلاش دولت‌ها برای این مسائل بود. تازه در قرن 20 مسئله آموزش مطرح شد، مسئله بهداشت مطرح شد، مسئله دولت رفاه مطرح شد و اومدن توی مراحل بالاتر دولت‌ها که مراحل بعدی هرم مزدو رو تأمین بکنن. بعدن کم کم مسئله دموکراسی مطرح شد، حقوق اقلیت‌ها مطرح شد، عرض کنم که عدالت مطرح شد و اومدن توی سطوح بالاتر، توی سطوح 3 و 4 اومدن. بنابراین با یه نگاه اجمالی ما میتونیم نگاه کنیم که حکومت‌ها در دو سه قرن اخیر مأموریتشون به همین ترتیب ارتقا پیدا کرده. الان حکومت‌ها دارند روی نظام آموزشی دوباره از نو نگاه میکنن، برمیگردن روی نظام آموزشی در کودکی که چه کنند که قابلیت ها در زیر سن 5 سالگی شکل بگیره. قبلا این قابلیت ها رو در سن دبستان به بعد، دبیرستان و دانشگاه دنبال بودن توسعهش بدن، الان دارن
روی کودکان، نوزادان و شیرخوارگان سرمایه گذاری میکنن که اون قابلیت رو اینجا شکل بدن. و الان دارن روی مدارا، روی مفهوم گفتگو، دیالوگ، صبر اجتماعی، ارتباط اجتماعی روی کودکان کار میکنن. اینا همش کی به کار میاد؟ مراحل، اینا مال مراحل 3 و 4 هرم مزروع هست. بنابراین تا نگاه میکنیم میبینیم که انگار حکومت ها الان متوجه شدن که بدون اینکه حالا به هرم مزروع اشاره بکنن، متوجه شدن که باید یه سری کارهایی بکنن که وقتی جامعه در مراحل بالای در واقع پیشرفت قرار گرفت، به تنش بر نخوره، به مشکل بر نخوره. حالا من اومدم و با این شواهد اجمالی تاریخی اومدم این هرم مزروع رو آوردم در سطح در واقع جامعه و تحلیل میکنم. نه من نه مطالعه‌ای در این زمینه دیدم و نه الان آمار و ارقام دقیقی دارم که بخوام برای شما ارائه بدم. متشکرم از دوست خودم. دوستان اگر سوال هست بفرمایید. آقای دکتر من خیلی تشکر میکنم، یک سوالی دارم اگه بتونم مطرح کنم. در مورد مدارا شما فرمودین که با سازش و منفعت این دوتا در ارتباط هستن. بله. ما چطور میتونیم این منفعت رو برای هر دو طرف ایجاد بکنیم؟ یعنی این من میبینم یک مسئله که پیش میاد اینه که گاهی اوقات این منفعت برای هر دو طرف نیست. ما چطوری میتونیم این بلنس رو در واقع برقرار بکنیم که بتونیم مدارا رو داشته باشیم؟ تا میگیم مصلحت یعنی دو طرف هست دیگه. من با همسایه‌ام کنار میام به خاطر مصالحی، این که مثلا باهاش مخالفت نمی کنم که ماشینشو در خونه من میذاره، چون مصالحی دارم، فردا روز به ایشون نیاز دارم، بنابراین اینجا من کوتاه میام. پس در دل مصلحت در واقع نوعی منفعت دو طرفه وجود داره. تا میگیم مصلحت، منفعت یک، من کوتاه میایم در برابر منافع دیگری که دیگری کارشو بکنه، فرصتشو داشته باشه، چون برای منم منفعت داره این کوتاه آمدن و مصلحت منم هست. پس این کوتاه آمدن و مدارا کردن هم کمک میکنه به منفعت دیگری، هم نهایتاً به منفعت من. دو طرف هست. منتها میفرمایید که بعضی جاها ما مدارا میکنیم و ممکنه این مدارا به زیان ما تمام بشه. مثلا طرف مقابل سوء استفاده بکنه یا متوجه نباشه یا فرصتهایی بهش بدیم که ناآگاهانه تخریب بکنه، آسیب بزنه به دیگری. در این داستان در فرایند بلوغ مدارا حل میشه. یعنی هرچه که سهم بیشتری از جمعیت، بخش بیشتری از جامعه به منافع مدارا و به اهمیت مدارا پی ببرند و مدارا رو تمرین بکنند، این مسئله، خطر این که دیگری در مدارا به ما آسیب بزنه کمتر میشه. در واقع ما میریم به این سمت، به سمت انصاف میریم. این مفهوم که آنچه بر دیگران بر خود نمیپسندی بر دیگران نپسند، هر چه که جامعه، بخش بیشتری از جامعه مدارا‌گر بشن، این مفهوم این که آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران نپسند، این بیشتر محقق میشه و احتمال آسیب ها کم میشه. ولی دقت کنید، تمام پدیده های مفید و ارزشمند یه هزینه هایی هم دارن. آزادی به عنوان ارزشمندترین پدیده بشری، هزینهش اینه که یه دستور استفاده میکنن. دین به عنوان یکی از ارزشمندترین و مفیدترین نهادهای جوامع بشری ازش سوء استفاده میشه. همه پدیده های خوب یه جاهایی اولا در اوایل کار ازشون سوء استفاده میشه. ماهواره تا میاد اول بیشتر استفادهش از جنس سوء استفاده. تلفن همراه تا میاد اولین استفادهاش از جنس سوء استفاده است. ولی بعد از مدتی میفته روی مسیر اینکه راهشو پیدا میکنه. حالا مدارا هم اینجوریه. مدارا معمولا ممکنه اگر در یه جامعه‌ای که بی مدارا باشه، من مدارا گر باشم ممکنه آسیب بخورم، ممکنه هزینه بدم. ولی هرچه که این تعداد
افراد گسترش پیدا میکنن و این توانایی و قابلیت گسترش پیدا میکنه، مثل وقتیه که فناوری دست همه بره، تلفن دست همه بره، ماهواره دست همه بره و بعد آرام آرام فرهنگش رو پیدا میکنه و هزینه هاش کاهش پیدا میکنه و فناوری کنترلش پیدا میشه. مدارای فناوریه، مدارای قابلیت و مهارتیه که خودش از جنس فناوریه، توانمندی میخواد. اما وقتی که این توانمندی تکثیر بشه، پادزهرش هم پیدا میشه. قفلگر گه قفل سازد گه کلید. یعنی وقتی که ما مدارا رو بست میدیم، آرام آرام راه های امکانات بستن مسیر سوء استفاده از مدارا رو هم پیدا میکنیم و اونا رو میبندیم. آرام آرام متوجه میشیم که مدارا در چه شرایطی، در چه زمینه‌ای، با کیا جواب میده. مثلا خیلی طول کشید که حالا دموکراسی ها فهمیدن مدارا جز با دشمنان مدارا. اوایل میگفتن آقا مدارا، آزادی برای همه، دموکراسی برای همه، مدارا برای همه. حالا میگن نه، مدارا جز با دشمنان مدارا، آزادی جز برای دشمنان آزادی. بنابراین به نظر من میرسه که این یک فرایند تدریجی است. الان نمیشه با یه نسخه بگیم این کارا رو بکنیم که از مدارا سوء استفاده نشه، که مدارا خسارتی نزنه. در یک فرایند تدریجی ما راه‌های مقابله با خسارات مدارا رو هم کشف می‌کنیم. خیلی ممنون. متشکرم از آقای دکتر و دوستان. اگر سوالی نیست ما میتونیم برنامه رو ببندیم. البته اگر آقای دکتر میخوان یه جمع‌بندی داشته باشن، یه صحبتی با ما داشته باشن، ما ایرانیای غریب دور از وطن خوشحال میشیم. حالا ببینید دوستان دیگه سوالی ندارن. ببخشید آقای دکتر، من میتونم یه سوالی بکنم؟ بله بفرمایید. در رابطه با اینکه فرمودین که خب یه جامعه که هم حکومتش مداراگر نباشه و هم خب در واقع این حکومت از میان جامعه ای برخواسته که اونها هم مداراگر نبوده، خب نتیجه به هر حال الان حداقل تو ایران دیده میشه که خب این نتایجی که فعلا هست رو داده. الان در حال حاضر چیکار میشه کرد به هر حال بتونیم جامعه رو حالا حکومت که خیلی دست ما نیست، جامعه رو به سمتی که به هر حال بیشتر مداراگر باشه پیش ببریم؟ در حال حاضر چه مثلا درمانی میشه برای همچین جامعه ای نوشت؟ ببینید یه حادثه ای الان داره در ایران رخ میده که این حادثه به محض اینکه ما از این مراحل بحرانی و دشواری اقتصادی عبور کنیم، این حادثه پیامدهای مبارکی در حوزه توسعه و مدارا خواهد داشت. و اون حادثه اینه که به خاطر عملکرد نامناسب متولیان دین و متولیان ایدئولوژی حکومتی، آرام آرام اندیشه های سفت و سخت، ریجید، دوگم ها، ارزش هایی که نمیشد تکونشون بدیم، سنت هایی که نمیشد نقدشون بکنیم، همه داره زیر سوال میره. یعنی در جامعه ما آرام آرام هیچ کس به هیچ حقیقتی اعتقاد نداره. هیچ کس به هیچ، نه حالا این که میگم هیچ کس اینجوری نیست، بخشی از جمعیت که نسل‌های گذشته باشن و حالا در سنین بالای 50 هستن به یک حقایقی اعتقاد دارن و این رو ادامه خواهد داد، ولی نسلی که در پایین داره میاد و اکثریت جامعه اونها به علل متعدد که بخش زیادش برمیگرده به عملکرد نامناسب، الان دیگه هیچ باوری تقدس نداره، هیچ حقیقتی تقدس نداره، دست کم در بین نسل جدید ما. بنابراین اندیشه های مقدس فرو ریختند، مرزهای مقدس شکستند. یعنی در ایران رواداری داره پیش از مدارا رخ میدهد. رواداری یعنی چه؟
ما وقتی روادار نیستیم که نسبت به اندیشه تعصب داریم که باوری رو مقدس میدونیم. وقتی همه باورهای مقدس و اندیشه های مقدس داره زیر سوال میره، داره فرو میریزه، دیگه باور مقدسی نیست. بنابراین همه باورهای دیگر پذیرفتنی خواهند بود، قابل همزیستی خواهند بود. بنابراین این تحول ساختاری و فرهنگی عظیم که در جامعه ایران داره رخ میده، اگر جامعه ایران به شرطی که یک وارد خشونت نشه، من نمیدونم، اگر وارد خشونت بشه این بدون ارزش بودن ویرانگره، یعنی هیچ ارزشی بر رفتار ما حاکم نخواهد. اما اگر انشاءالله وارد خشونت نشویم و از این بحرانهای اقتصادی کمرشکن عبور کنیم، این تحول که اندیشه مقدسی دیگه وجود نداره، اندیشه هایی که مقدسه حالا با زور حکومت نگه داشته شده، دیگه مرز مقدسی در بین نسل جوان نیست، نه در حوزه مذهب، نه در حوزه اخلاق، نه در حوزه سنت ها مرز مقدسی دیگه نمونده اینجا. به شرطی که وارد خشونت نشیم و به شرطی که از این بحرانهای اقتصادی عبور کنیم، ما جامعه‌ای هستیم که پیش از مدارا به رواداری خواهیم رسید. و گفتم که جامعه‌ای که فردی که روادار باشه راحت براش مدارا. من اگر در ذهن پذیرفته باشم که من حقیقت نیستم، حقیقت پخش بین ما، حقیقت در دستان هم است، هر کسی پاره ای از حقیقت رو داره و وقتی حقیقت مشخص میشه که همه این پاره ها بیاد کنار هم، اگر فردی به این باور رسیده باشه اون وقت راحت مدارا میکنه. بنابراین من امیدم اینه و این چشمانداز رو میبینم که اگر ما انشاءالله از این بحران ها به سلامت عبور کنیم، جامعه راحت و به سرعت میتونه وارد مرحله مدارا بشه و مدارا رو تجربه کنه. الان جامعه ما در مرحله آنومی بی هنجاریه. ما در مرحله هنجار بودیم سالها، دهه های قبل، یعنی همه چیز سر جاش بود و محکم. بعد کم کم وارد ناهنجاری شدیم. ناهنجاری وقتیه که هنجارها شکسته میشه ولی هنوز قبح داره، هنوز زشته. بی هنجاری وقتیه که هنجارها شکسته میشه، زشتم نیست، زشتم نیست، جامعه مجازات نمی کنه، جامعه تحریم نمی کنه، جامعه کسی رو بلاک نمی کنه، جامعه کسی رو طرد نمی کنه به خاطر هنجار شکنیش. الان تو مرحله بی هنجاری هست. مرحله بی هنجاری یعنی خیلی از تقدس ها فرو ریخته، خیلی از ارزش ها و هنجار ها فرو ریخته. خب به لحاظ جامعه شناختی مرحله خیلی بدیه و میتونه بسیار آسیبناک باشه، ولی حالا ما دیگه توی این مرحله اومدیم. آسیب‌های مهمش وقتی است که این جامعه تعادلش رو از دست میده. اونجاست که همه چیز در هم میرزه و هر کسی میگه من حقم. ولی اگر از این مرحله بگذریم، اون وقت فکر میکنم که جامعه‌ای هستیم که هیچ اندیشه مقدسی درش حکومت نمیتونه بکنه و چنین جامعه‌ای راحت‌تر بتونه به سمت مدارا بره. من اگر این جامعه ما به خشونت نرسه، آینده جامعه ایران رو بسیار روشن و امیدوار می‌بینم. متشکرم. انشاءالله که این طور بشه. انشاءالله. همه ما امیدواریم. خیلی ممنون از تو بیان. ببخشید من وقت هست یک سوال بپرسم که بخواهید کرد. بله بفرمایید. خیلی ممنون. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. ممنون از توضیحاتتون، خیلی استفاده کردید. من سوالم این بود که در واقع مربوط به سوالات دوستان که سوال کردن بود و شما در پاسخ سوال گذشته پرسیدید که جامعه ما داره به سمتی میره که مردم دارن به رواداری میرسن قبل از مدارای از بالا، و آیا این صحبت مکسنس میکنه یا به نظر شما درست هست که من بگم که نوع بهتر یا به قول معروف و عامیانه دم کشیده تر توسعه این هست که جامعه از پایین به رواداری برسه که بعد حکومت به مدارا برسه، تا اینکه مدل زود پخته شده که اینکه حکومت یک مدارای تمرین میکنه بدون اینکه جامعه رواداری رو تمرین کرده باشه؟
و توی مشاهد مثالاش لااقل من مثالایی که تو ذهنم میاد در این باره، یکی اروپای قرون وسطایی که در رنسانس و از قرن 14 و 15 و 16 کم کم در حالی که کلیسا مدارا نداشت ولی جوامع اروپایی کم کم شروع کردن از نهضت پروتستانتیسم و اینا که نوزش گرفت و شکل گرفت، شروع کردن مردم با هم همدل شدن، دگر باشی رو تحمل کردن، دیدن هم دیگه، در حالی که کلیسای کاتولیک بسیار شفاش بود در اون موقع. و این به قول معروف احساس می‌کنم که دم کشید و چیزی که شروع شد که الان ما در اروپا در غرب می‌بینیم پایدار شد، تا اینکه الان مثلا می‌بینیم در جنبش‌های مثلا فلسطین و کشورهای عربی مثل حالا شاید خوب نباشه نام ببرم ولی مثلا کشور مصر کشوری هست که به نظر من برعکسشه، از اون طرفی آنارشی داخل در دل مردم هست، مردم روادایی ندارن از این دو دیدگاه مختلف حکومت دینی در ذهن مردم هست و همدیگر رو در واقع بسیار به همدیگه فشار میان. از اون طرف مثلا یک حکومت لیبرال بالای سرش میاد که به ظاهر مدارا داره ولی انگار استیبل نیست، انگار هنوز مخشوشه. مثلا نظر شما رو در این باره بدونم. کاملا درسته، جنبندشون کاملا درسته. اگر که مدارا و رواداری هر دو از پایین شکل بگیره عمیق‌تر و ماندگارتره و حکومت مجبور میشه حکومت هم به سمت مدارا و رواداری بره و روادار کردن از بالا هم زمان بره هم پر هزینه و بسیاری از طرف بسیاری از کشورهایی در حال توسعه حکومت هایی که سکیولار بودن و تلاش کردن سکیولاریسم رو در یک جامعه مذهبی رواج بدن، اونها نتیجه برعکس گرفتن. یه دونش نمونش خود رژیم شاه بود که در واقع تلاش میکرد که سکیولاریسم رو توسعه بده در حالی که جامعه هنوز روادار نشده بود. اینه که کاملا درسته و از همین دید من میگم که راهی که اروپا 400 سال رفت رو تا به رواداری، تا به مدارا و بعد رواداری، اول به مدارا رسید، تازه داره اروپا و کشورهای توسعه یافته تازه دارن رواداری جدی رو تجربه میکنن. مدارا رو تجربه کرده بودن ولی رواداری رو در دهه های اخیر به طور جدی دارن تجربه میکنن. راهی که 400 سال اونها رفتن، من به گمانم ما در چند دهه داریم میریم و سرعتمون خیلی خوب بوده، یعنی چاره ای نیست. ما اروپا همین مسیر ما رو رفت، چون 100 سال 200 سال طول کشید تا ارزش‌هاش فرو ریخت، تا تمام مقدساتش فرو ریخت، ما متوجه نشدیم. خود اروپایی ها فشاری بهشون نمیاد چون تدریجی بود، ولی ما چون در یه دوره کوتاه فشرده داره کل ارزش‌ها فرو میریزه، کل ایدئولوژی‌ها بی‌اعتبار میشه، باورهامون داره فرو میریزه، احساس فشار زیادی میکنیم. ولی همون حادثه داره در یه دوره کوتاهی رو. حالا ولی من بر این باورم که اتفاقا سکولاریزمی که در اروپا رخ داد در ایران عمیق‌تر و جدی‌ترش داره رخ میده، چون در اروپا دین از سیاست جدا شد، در ایران ایمان داره از دین جدا میشه، ایمان از دین جدا میشه. یعنی ما الان جوانانی داریم ایمان دارن دین ندارن، یعنی به خدا باور دارن، به یک امر قدسی باور دارن ولی به هیچ دینی باور ندارن، اصلا به دین خدا ندارن ولی به امر قدسی باور دارن، به اخلاقی هم عمل میکنن، رفتن مثلا سراغ عرفانهای جدید. و آدمایی هم داریم که دین دارن ایمان ندارن، تمام مناسک رو اجرا میکنه، نمیدونم روزه میگیره، عزاداری میکنه ولی ایمان قلبی نداره، اون توکل، اون در واقع کف نفسی که یک مؤمن باید داشته باشه رو نداره، گویی که اصلا آخرتی نیست ولی تمام مناسک دینیشو انجام میده. الان عملا در ایران دین از ایمان جدا شده، دینداران بی ایمان داریم و مؤمنین بی دین داریم و این عمیق‌ترین سکولاریزمه و راه رو برای شکل‌گیری یک مدارای اجتماعی بزرگ آماده میکنه. یعنی اینه که ما رو به سمت رواداری میبره که ایمان داره قلبی میشه، دینداری مردم از دینداری برونگرای ظاهری داره به یک دینداری قلبی. یعنی الان خیلی از مؤمنین حقیقی هم که دین هم دارن، مناسک هم اجرا میکنن، سعی میکنن دینشون رو شخصی کنن، نماز جماعت نرن، نماز جمعه نرن،
توی خونه نمازشون رو بخونن، قیافه متظاهر نگیرن، دینشون داره شخصی میشه. اینها همه داره کمک میکنه که زمینه برای یک رواداری و دنبالش یک مدارای بزرگ در ایران آماده بشه. اما امید که حکومت در واقع دست از این بی برنامگی ها و گاهی بی خردی ها برداره و یک مسیر آرام باثباتی پیش بگیره تا انشاءالله جامعه ما وارد فرایندهای پرهزینه نشه و این بذری که در این 40 سال کاشته شده به بار بنشینه. من کاملا موافقم با وقت شما. خیلی ممنون. خب به نظرم که دوستان دیگه سوالی ندارن. حالا یا بحث من وافی و مستوفا و کافی بوده یا عرض کنم که پیچیده بوده یک خودم از این دوتا. نه بحثتون که خیلی عالی بود، واقعا لذت بردیم، خیلی ممنون، لطف کردیم. دوستانم حتما استفاده کامل رو بردن. حالا یکی از دوستان روشن شدن، نمیدونم سوال دارن مانی دارن سوال دارین شما؟ من فقط تشکر میکنیم از آقای دکتر و همه دستان در کارم خدیر برنامه خیلی جالبی که داشتن. آقای دکتر در نهایت آرامش صحبتاشون، در آرامش کمالشون به قدر حرفاشون دلشین بود که تو عمق تمام وجود سلول های ما در بازگوزی های بازاردیشون. ممنون آقای دکتر. خواهش میکنم، متشکرم از شما، متشکرم. ظاهرا دوستان دیگه صحبتی ندارن، شما خودتون هر طور صلاح میدونین جلسه رو میتونین تموم بکنین. خب برای منم جلسه خوبی بود و امروز هم باعث شد که کمی افکارم رو در حوزه مدارا و توسعه و اینها جمع‌بندی بکنم و بیشتر فکر بکنم. یعنی جلسه شما برای من هم پربرکت بود. عرض کنم خدمتتون که در هر صورت شما الان از این فرصت بهره مند هستید در اونجا که آنچه من اینجا تئوری پردازی میکنم رو شما لمس بکنید و احتمالاً شما وجدان کردید و این مفهوم رو و این مفاهیم رو از نزدیک بینه باید سر و کار دارید. هر جوری که میتوانید الان خب همین شکلی این امثال این گروه ها مفیده، ولی هر جوری که میتوانید باید کمک کنید به بست این در واقع افکار، این اندیشه ها، این تحولات. و خوبه که این تجربه های بزرگ رو که اونجا گرده هم هستید یه کمی روش کار بکنید و به عنوان هدیه هایی و دستاوردهایی برای جامعه داخل کشور شما بفرستید. مثال میزنم، شما اگر حول مدارا دارید گفتگو میکنید، جلسات خودتون رو داشته باشید، تجربه های شخصیتون رو از مدارا در مدرسه، مدارا در محل کار، مدارای حکومت، مدارا در رانندگی و غیره و غیره، مدارا در معاملات و غیره، اینها رو اگر بشید در گفتگوی جمعی مطرح بکنید بین خودتون، تجربه هاتون رو به اشتراک بذارید و بشه از اینها یک در واقع محصولی در بیاد، محصول تصویری، محصول صوتی یا محصول نوشتاری که به درد ما بخوره و برای جامعه ایران قابل استفاده باشه. یک کاری که در ایران شده و بسیار هم حال البته داره دیگه اعتبارش از دست میره ولی حکومت خیلی روش سرمایه گذاری کرده، اینه که وانمود کرده که حرکت به سمت توسعه غربی، حالا توسعه اصلا توسعه غربی نیست، توسعه فرایند جهانی است که حالا چند تا کشور تو فرایند زودتر حرکت کردن و با سرعت بیشتری که فرایند جهانی است، ولی در کشور ما ایده توسعه رو به عنوان یک پدیده غربی و پدیده که دستاوردهای اخلاقی نامناسبی داره، ارزش ها رو از دست میدیم و چه مطرح میکنه. و در این مسیر خیلی جامعه ما هنوز مردده، یعنی من چون تو حوزه توسعه دارم تلاش میکنم میبینم که بخش بزرگی از جامعه ما حتی وقتی که نسبت به حرکت حکومت منتقده یا حتی تنفر داره و حتی وقتی که به خیلی چیزهای ایدئولوژیکی اعتقادی نداره، ولی یک هراسی درباره این که اگر ما توسعه پیدا بکنیم نکنه همه چیز فرو بریزه، نکنه نمیدونم اخلاقیات ما همه چیز از بین بره، یک چنین هراسی هست. شما ها اونجا بالاخره تجربه کردید و خوبه که دستاورداتون رو در حوزه‌های مختلف
یه جوری تدوین بکنید. سرمایه است دیگه، یک شما یک دانش زمینی، دانش آشکار اینه که کتابی باشه و آموزشی داده بشه، دانش زمینی اینه که شما با گوشت و پوستتون لمس بکنید. شما با گوشت و پوستتون سکولاریز رو لمس کردید، مدارا رو، رواداری رو، گفتگو رو، دیالوگ رو، دموکراسی رو. اگه بشه اینها رو به زبان ساده در گفتگوهای خودتون بشینید، حالا قاعدتاً باید یک فرد باشه، یک فردی هم بین جمع باشه که با یه تخصص مثلا جامعه شناسی و غیره که اینا رو کمی در واقع شکل بده. اگه بتونید دانش زمینیتون رو تبدیل به دانش آشکار بکنید، یعنی تجربه هاتون رو و اون چیزی که لمس کردید رو تبدیل بکنید به نوشته هایی، به گفته هایی، به تصاویری که در اختیار جامعه ما قرار بدید، این تجربه های عظیم اونجا نمیمونه و منتقل میشه. در واقع شما سرمایه ای با خودتون بردید از کشور، یه جوری باید این سرمایه رو برگردونید، حالا از هر طریقی، از طریق ترجمه کتاب، از طریق نوشتنتون، نوشتن کتاب، از طریق عرض کنم که گفتگوهاتون، حتی اگر بشه هیچ اشکالی نداره که مثلا کلیپ های زیر 10 دقیقه ای از دور همی هایی که چند نفر میشینن از تجربهشون تو مدرسه میگن، از تجربهشون توی محیط کار میگن و اینها رو به نوعی الان که مدیا تو فضای مجازی گسترده شده و دسترسی هست، همتی بکنید و شما هم از اون طرف محصولاتی تولید بکنید و اینجا به اشتراک بذارید. اینجا بخش زیادی از جامعه تلاش میکنه ولی دستش خالیه، محتوا نداره، تجربه نداره که حالا بگه آقا نه، دموکراسی فسادآور نیست، توسعه فسادآور نیست، آزادی فسادآور نیست. آزادی چه قابلیت هایی رو شکفته میکنه، چه فرصت هایی رو فراهم میکنه، چقدر دینداری در فضای آزاد دلپذیرتره، چقدر دینداری در فضای دموکراسی عمیق‌تره. اینها رو کسایی که تجربه کردن باید منتقل بکنن. اینکه یک نویسنده خارجی ما ترجمه کنیم یا من اینجا بنویسم منتشر بکنم، اثرش اونقدر نیست که کسی که اونجا هست بوده، تجربه کرده، الانم از اونجا داره تجربهشو به اشتراک میذاره، بسیار اثرگذارتره. اینه که دانش زمینی که تیه این زیستتون اونجا کسب کردیم، دانش زمینی رو یه جوری راهشو پیدا کنید، من نمیدونم چه جوری، ولی سعی کنید از این منتقل بکنید و در واقع یک مسیر دو طرفه ایجاد بکنید. الان مسیر یک طرفه است، یعنی مهاجرینی که از ایران میرن به هر علتی، برای ادامه تحصیل یا مهاجرت یا شغل یا مسیر بحث دیگری، این رابطه یک طرفه است. یعنی چی میشه؟ در واقع از این طرف به سمت اونها جریان منابع داره حرکت میکنه، انتظار اینه که از اون طرف هم برگرده. یا حتی امروز بیشتر ترجمه ها کسایی که در داخل ایران هم دارن ترجمه میکنن، ایرانی هایی که در خارج نشستن کمتر ترجمه میکنن، چه ترجمه از فارسی به انگلیسی، چه ترجمه از انگلیسی به فارسی. اگر میتوانید یک چنین حرکت هایی رو برای اینکه غنا بخشید به جامعه ایران، آگاهی بخشی بکنید و تجربه هاتون رو به اشتراک بذارید، یک چنین تجربه هایی رو اگه داشته باشید، به ویژه در همین حوزه های مربوط به زیست اجتماعی از قبیل رواداری و مدارا و غیره، خیلی کمک میکنه. اینجا ما به عدت این که منابعی که در واقع میمده در دهه های قبل بیشترش حکومتی بوده، فیلم هایی که دوبله میشده، کتاب هایی که ترجمه میشده یا اجازه چاپ داده میشده، جامعه ما آگاهی دقیق و عمیقی از دموکراسی و توسعه یافتگی و مفاهیمش و مزامینش نداره. اینه که اگر بتونید توی این فضا کمکی بکنید، خیلی در واقع سرمایه گذاری محسوب میشه و نوعی ادای دین محسوب میشه به جامعه ای که شما از اون جامعه برآمدید. ببخشید اگر طولانی شد. خیلی هم خوب آقای دکتر، البته وظیفه ما رو سنگین‌تر کردین، هم به عنوان همگام، هم به عنوان ایرانیایی که خارج از کشور داریم زندگی میکنیم. من به نظرم میاد که بیشتر باید با هم در ارتباط باشیم تا بتونیم هم از تجربه شما استفاده کنیم، هم از راهنماییاتون
حالا هر کسی به سهم خودش، یکی میتونه قصه بنویسه، یکی میتونه روابط اجتماعیش رو با همسایش توضیح بده، هر کسی یه جوری فعالیت داشته باشه. چشم، من به نوبه خودم دوست دارم که این کار رو شروع بکنم. خیلی ممنون از راهنمایی. یکی از مهمترین کارهایی که باید بشه، الان نظام آموزشی ما تقریبا فرو پاشیده، یعنی خانواده دیگه به مدرسه اعتمادی نداره، به مدرسه دولتی اعتماد کم شده، مدارس خصوصی بیشتر سودجویی دارن میکنن، بیشتر دارن ترویج کتابای کنکور و در واقع کلاسای کنکور میکنن و یه رقابت شدیدی در جامعه ما هست برای نمره بیشتر برای کنکور. از دبستان شروع شده رقابت ها الان، حتی اگر در حوزه کودکی، در حوزه آموزش، در حوزه مدرسه تجربه هاتون رو بنویسید، به اشتراک بذارید. اینکه حالا بچه من تجربهش از دبستان چی بود، چه جوری آموزش داده میشد، چه جوری برخورد میشد توی کلاس ورزش، توی مشقی اگر داشته، حالا مشق که اونجا نیست، توی کلاس ریاضی، توی کلاس نقاشی روش چگونه بود، چه جوری برخورد میکردن، توی آموزش چی بود، بچه شما چه تحولی رخ داد در این فرآیند. همینا اینا چیزایی که جامعه ما نداره. یعنی الان تو حوزه آموزش ما خیلی اینجا دست مخالیه و کبیری هستیم، نه ترجمه داریم، عرض کنم که نه آموزش پرورش کار مناسبی میکنه، در حالی که آتش وجود داره. خانواده ها میخوان تحول ایجاد بکنن ولی نمیدونن چگونه، نمیدونن در چه مسیری حرکت بکنن. یا حتی اگه یه معلمی بخواد تغییری به در متد خودش، در اینکه آقا متد انشاء نویسی رو عوض کنم، متد املا نویسی رو عوض بکنم، تجربه این نیست. حتی اگر این تجربه های کوچولو رو، هر کسی تجربه بچه خودش رو از مدرسه رفتنش و تحولاتی رخ داده و روش های آموزشی، یا اگر معلم هست اونجا تجربه خودش رو بنویسه، این چیزا چیزای بزرگیه. کوچیکش نبینید اینها رو، بسیار تاثیرگذاره و خیلی کمک میکنه به در واقع اصلاح نگاه ما، کمک میکنه به خانواده های ما برای اینکه یه خورده خودشون رو جلو ببرن و نگرانی هاشون رو بیارن پایین. الان مسئله کنکور و مسئله نمره و معدل بسیار ویرانگر شده، روان بچه های ما رو داره از بین میبره. اگر تجربه شما داره، تجربه مثلا خانواده‌ای که بچه‌ش توی ایران، بچه اولش توی ایران مثلا مدرسه بوده، بچه دومش رفته خارجی، یا حتی بچه‌ش از مدرسه ایرانی رفته بعد مدرسه خارجی و تحولاتی که رخ داده، تغییراتی که رخ داده، اینو اگر نوشته بشه، حتی فایل صوتی یا تصویری کوتاه اگر باشه و با یه مکانیزم مثلا به صورت کلیپ هایی که خود مؤسسه شما همگام تولید میکنه با آرم خود مؤسسه، اگر منتشر بشه، اینا خیلی کمک میکنه. این سخنرانی من ممکنه کمک کنه به شماها اونجا، یا به کسایی که علاقه مندن، به دانشجوها، به روشنفکرها ممکنه کمکی بکنه، ولی عامه مردم از این سخنرانی بهره ای نمیبرن، حوصله‌اش هم ندارن. اونها رو باید جور دیگه کمکشون کنیم و الان باید نخبگان ما عامه مردم رو، کف جامعه رو مورد هدف قرار بدن و هر کمکی میتونن برای بصیرت افزایی و آگاهی اونها انجام بدن. اینه که از این همگرایی خودتون استفاده کنید. یه سرمایه است، در خارج معمولا بین ایرانی ها کم رخ میده، دیر رخ میده. حالا که رخ داده، اولا تمرین کنید بین خودتون گفتگو رو، مدارا رو، دیالوگ رو خیلی تمرین بکنید. همه اون چیزایی که فکر میکنید باید ارتقا بدیم در خودمون رو اونجا تمرین بکنید و سعی بکنید در واقع گروه خودتون رو، مؤسسه خودتون رو گسترش بدید، یا در شهرهای مختلف از این مؤسسه ها ایجاد بکنید. ولی مأموریت این باشه که چطور میتونیم برای ایرانیان داخل از کشور دستاوردی و راهآوردی داشته باشیم برای ارتقای اندیشه‌شون، ارتقای رواداریشون، ارتقای دیالوگشون و نظایر اینها. متشکرم. خیلی ممنون از شما، خیلی استفاده بردیم. خواهش میکنم. منم از شما متشکرم از اینکه این فرصت خوب رو در اختیار من گذاشتید.